بنام خدا و سلام بر شما بینده برنامه آخر خط و گونه زنده از نور هستید امضای موافقتنامه صلح امریکا و طالبان سیاسیون به دنبال طرح در مورد صلح با طالبان آیا های حکومت و سیاسیون در سرنوشت سیاسی که صلح طالبان و آمریکایها و یا صلح حکومت افغانستان یا مردم افغانستان با طالبان صورت خواهد گرفت تاثیر خواهد گذاشت به دنبال انتقادهای جدی رئیس جمهور غنی از سیاسیون افغانستان مشخصا آقای عبدالله و آقای کرزی نسبت به نداشتن طرح مشخص برای آینده افغانستان و صلح افغانستان گفتند که تا یک هفته دیگر طرح را برای این گفتگوها آماده خواهند ساخت این طرح بر محور منافع شخصی این سیاست خواهد بود <applause> یا اینکه برای منافع ملی افغانستان از سوی هم این رهبران سیاسی با طرح کاهش خشونت که در روند نشست صلح در قطر میان امریکای ها و طالبان مطرح شده است حمایت کردند اما رئیس جمهور غنی این طرح را یعنی با این طرح مخالفت جدی نشان داده است چرا روند صلح افغانستان یک اجماع ملی را به دنبال ندارد و اجماع ملی در رابطه با روند صلح افغانستان شکل نمی گیرد اجماع داخلی در روند صلح افغانستان چقدر اهمیت دارد بحث میکنیم در همین رابطه با حضور, با حضور آقای آرش شیرپور استاد دانشگاه آقای شیرپور خیلی خوش آمدید به برنامه آقای شیرپور فکر میکنید یک نوع تقابل صورت گرفته و این تقابل حالا اختلافات یعنی دنبال داره اختلافات در داخل افغانستان که سیاسون افغانستان یک طرف شدن و تیم آقای غنی و شخص آقای غنی یک طرف اونا متهم کردن آقای کرزای و آقای عبدالله را که حتی یک طرح مشخصی برای آینده افغانستان و پروسه افغانستان ندارد آیا واقعا اینا طرح برای آینده افغانستان ندارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم درود تندرس نصار شما نصار تمام ملت شریف افغانستان اجازه بتین مقدمتا یک سه بکنم که پایان هر جنگ صلح هست و مه. این جاده سرانجام به منتهی منتحیم میشه ما به حد کافی در فاصله 41 سال خون ریزی در افغانستان تجربه کردیم و من مطمئن هستم که این جاده سرانجام به صلح منتحی خواهد شد ولی این جاده ایره که ما به صلح میگیم منتهی می شود با یک سری از مشکله های در همراه هست این مشکله ها چی بوده می از 41 سال از 57 تا 98 از 41 سال به این طرف بزرگترین مشکل مردم افغانستان همیست که با نوع ای اینمی جنگ و صلح برخورد ابزاری صورت می گیرد از ابتدایی که جنگ در افغانستان شعر شد جنگ به این وسیله رسیدن به قدرت و حفظ قدرت و یا هم در حالت های دیگر هم باز هم برای تحول قدرت سیاسی سیاسی استفاده کردن امین گناه آمد تا سال 2000 و بعد سال 2000 گفتمان جنگ و صلح یک پیش میره و صلح افغانستان متاسفانه متاسفانه به عنوان یک وسیله رسیدن به قدرت سیاسی خصوصا از دو سال و اندی به این طرف و اینوان یک وسیله رسیدن به قدرت سیاسی تفسیر میکنند که بزرگان سیاسی همان گونه که در نوع جنگ به اشتباه میروند و رفتند در نوع صلح هم متاسفانه به اشتباه رفتار اوستند زیرا م. تصور عمومی است که ترک شده های دربار سیاسی افغانستان قدرت سیاسی دارن و صلح میخواین تر بتن این مسئله یک مقدار بحث همو سوء زنه ها را نسبت به قدرت بزرگان سیاسی افغانستان بیشتر میسازد از زیرا ها در عمل نشان دادن که با هیچ تفاهم توافق اتحاد شورای هر چیزی که نامش بگذارین اینها که بسته بودن پایبند نبودن این طرف جنگ خوب میدانه طالبان که اینها نه به اتحادشان نه به اتفاقشان نه به شورایشان نه به هر نمی که گذاشتن اینها پایبند نبودن یک مسلحت نیمبند مقتعی اینها را از همدیگر جدا میکنن فلحاظ اونها هم فکر میکنن که با طرح بزرگانی به اصطلاح افغانستان اینها نمیتونن کنار بیان دولت افغانستان این مسئله را درک کرده این حکومت موجود درک میکنه که سیاسی افغانستان در پی گرفتن قدرت سیاسی هستند فکر میکنم که با این طرح قدر ارزش قائل نخواهند شد جنگ طرح است برنامه است واقعا آقای غنی آنچه که مثلا انتقاد میکنه اون چیز را خودش داره ما به نمایندگی البته مطمئن هستم به از حکومت حرف نمیزنم ولی چون من به عنوان شهروند مستقل کشور حالا نمی بگیم که نه دکتر اشرف غنی احمدزی صاحب طرح برای پایان دادن بس. جنگ افغانستان نه ریاست اجرایی کدام طرح مشخص و معین برای پایان دادن جنگ افغانستان داده و اگر داده باشن هم جور بکنن ظرفیت های درونی موافق و ارگ با کاخ سپیدار در تقابل هست کاخ سپیدار با ارگ مشکل داره سیاسیون ترچده دربار با هر دوی از اینها مشکل دارن سیاسیونی که به هر از اینها رابطه دارن اینها را مورد حمدشان هستند به عباره با هردو بازی میکنن با سیاسیونی که بیرون از نظام هستند مشکل دارن با این همه تشدد و پراگندگی فکر میکنم که طرح انفرادی یا جمعی که مقطعی باشه نتیجه نخواهد داد اینه از زیاد نبریم که ما بر ملت شریف افغانستان از این پرده تلویزیون و تلویزیون و نور می خواهیم بگیم که طالبان متهم میشوند طالبان می آیند تجربه کشورهای دیگر تجربه جنبش های افراطی مقطعی در کشورها این ثابت ترخته که طول عمرشان دو دهه به سیده هم میرسه یعنی هیچ یک از جنبش های افراطی از دو ده تا سیده این بیشتر عمر نتانستن بکنن شما طالبان به عنوان یک گروهی که 20 سالشان پر شده دارن اینها میاین حضم می میشوند و شبیه دیگرایی که آمدن حزم شدن در نظام ولی آیا واقعا جنگ از بین میره آیا واقعا سل در افغانستان تامین میشه گروه های دیگری در حال شکل گرفتن نیستن چون دیدگاهی متاسفانه متاسفانه جنگ افغانستان و صلح افغانستان در افغانستان دیدگاه بیشتر پشتیبانش قومی است بناهن تلاش میشه که یک چیزی را به عنوان ابزار قومی در دست داشته باشند تا دیگرها را سرکوب بکنند اینی فکر باید در وجود سیاسیون جوانه بزنه که ما همه مردم افغانستان هستیم و همه قربانی یکسان هستیم و ما نمی دیگر از نسل توریسم با خود رفیق و همراه نداریم با این کار شیوه میشه در حالی که گفت گفتگو های صلح در قطر جریان داره سیاسیون افغانستان شدیداً آمدن در حکومت افغانستان تحت فشار قرار میتن و طرحشان هم که از یکی از رادیوهای که نشاط بین‌المللی داره من شنیدم که گفت به چهار بخش تقسیم میشه یک بخش از این در گفتگوهای های سال باید جامع مدنی و زنان افغانستان باشند در بخش جنای دیگر از این حزبه های سیاسی سی افغانستان باشند یک طرفش هم دولت افغانستان یک طرفش هم طالبان آیا واقعا طالبان و اینوان یک طرف معادله جنگ میپذیرن که 25 درصد این گفتگوها ها باشند یا یک اونها خود یک طرف برنده میدان میدانند و با این طرف فکر نمیکنم ارزش و اهمیت کار شدن به نظر شما آنچه که مثلا در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان دو نوع مخالفت است یعنی یک مخالفت سیاسیون تیمی مشخصا آقای دکتر عبدالله که اکثریت احزاب سیاسی هم با اونا هستند و همچنان آقای کرزای که یکی از رئیس جمهوری از بخ افغانستان و شخص تاثیرگذار نسبتا در اه، اه، سیاست افغانستان اینا مخالفت دارند با اینکه حالا امین کاهش خشونتی که از سوی طالبان به امریکایها ها پیشنهاد شده این میگه ما استقبال میکنیم و اما حکومت و شخص آقای غنی و تیمشان در کل میگن این یک نوع تحمیل است بالای ما و ما تعریفی اصلا نداریم از کاش خشونت که کاش که خشونت چی است نم می می میتونن تحلیلی داشته باشیم از ببینید من به عنوان یک شهروند این کشور این مساله را واضح میگم که این بدبختی که ما امروز تجربه میکنیم یک درصدیش عاملش حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور است این نه. گله ای ما شهروندان افغانستان است زیرا با نوع آ... برخودش است که چه چی چیز آقای کرزای را وادار ساخته یا اینکه چی منفعتی در میان است که حالا مخ... سر مخالفت زده با آقای غنی ما... ما... یک, یک در بین مردم از هر چند آب شور خوری تشنه تر شوی همین نفس قدرت سیاسی سی یک مقدار وحشتناک تمام میشه برای آینده سیاسی سیاسیون سی, و سی, و سی, و سی و افغانستان اینکه در 13 سال حکومتش حامد کرزی چی کرد واقعا از خودش پرسیده که بسیاری از ظرفیت ها و چانس های مردم افغانستان از دست داد با طالبان چگونه برخورد کرد مثلا چگونه دروازه های زندان ها را باز کرد چطور راه ها باز کرد که از یک جای بسیار دور یک سو زدن در زندان قندهار کشیدن هیچ معلوم نبود که طول عرض زیر چقدر بود و از کجا زد و در کجا کشیدنش دروازه های زندان باز شد یک سره زندانی ها را کشیدن این مقصر زیر باید احمد بود بپذیر که تقصیر گزار کلان این مساله در پای خود ازو خلاصه نشه من گله ندارم از ایشان فقط به اینوان یک شهروند گفتم که متوجه باشن آیا چی چیز باعث شده که حامد کرزی واقعا حال مهربان شده نسبت مردم افغانستان در حالی که خودش تصمیم گیری بسیار کلان بود هیچ گاهی نیامد با دشمنان مردم افغانستان لحن بسیار تندی داشته باشه و همیشه قربانی داده رفته این طرف هم بحث سیاسی افغانستان است. اما که در دربار هستند بودند و ترک شدند اون ما آمدند بالای داره تره شدند من مطمئن هستم که این طرح هم پایدار چرا که پیشنی از این ها ثابت ساخت که نه در گروهی بودن، نه در جنایی که آمدند در تعهد و پیمان و اتحاد و نمیفهم شورا و چی چیزهای نامود که اینا گفتند که یک با این همه از ظرفیت های گذشته ضعیفشان ز... اینها آمدن بر مردم افغانستان تر میتن ای کاش که به کرسی بینشینه چون آزمودن آزمودن خطاست اگر طرح صلح یک شهروند عادی این کشور هم به کرسی بینشینه برای یک ساعت همه اگر صلح در افغانستان تضمین تمن... میکنه اون قابل ستایش هست نه. ولی ما با گذشته از اینها میگیم که با مشکل روبرو میشه حکومت موجود نه تنها داره صادقانه که برای صلح افغانستان ارگی ریاست جمهوری بلکه اینها هم شبیه با پیشینیانشان مسیر تایی کرده و هیچ مسیر مشخص برای جنگ تعریف جنگ و تعریف دشمن و تعریف آینده افغانستان ندارن هر گیر کاک کاخ دارن با این مشکل رو بارو هست از طرف دیگر اونموهایی که برای مردم افغانستان جنگ دادن که من واضح میگم آمریکایی هاست همان امریکایی ها میتوانند این یک مقدار گرافش پایین بیارن و اگر اما تصمیم بگیرن که گرافش پایین بیارن که گمان معیست گمان ما است که آقای غنی... گما... گمانو بس... بس... زمان آقای اشرفغنی احمدزی داره به پایان میرسه یعنی دیگر عمری برای حکومت احمد اکر... برای احمدزی وجود نداره زمانش دیگر ایجاب نمیکنه چون تصمیم آمریکایی ها گرفتن همون هایی که یک شورای اجرایی اعلان کرد و یک شر... و اما... جمهوری بود همه تصمیم گرفتن که مسیر تغییر از هم تیمی های آقای غنی گفتن که نمیتونه خارجی ها بر ما چیزی را تحمیل بکنه این یک من شکی است. ندارم بله جناب سالس بی مثلا مطرح کرد که خارجا نمیتونن برای ما تحمیل بکنن ولی سالس نیک میدانن و خوب میدانن که اما خارجی ها اگر در افغانستان هر چیزی رو بخواین میخواین عمل کنن گروه و قدرتی در افغانستان استادگی بکنه هم فضای ما در دستشان است هم سیاست ما هم پول ما و اقتصاد و همه ظرفیت های ما در دست امریکایی هاست باید بپذیریم نوی از استقلال این گونه ای وجود نداره چی هر چیزی اصلا نگران ساخته واقعیت مسئله چی از به نظر شما آقای شیرپور که حالا هر همتیمی آقای غنی به شمول خودش سر از سر مخالفت میزنه یا اظهار مخالفت میکنه با آنچه که امریکایی ها و طالبان در قطر پشت درهای بسته ما فکر میکنم اشرف غنی احمدزی هیچ با امریکایی ها استادگی نخواهد کرد به دلیل اینکه میداند می نک توان امریکایی ها در افغانستان برای تصمیمگیری گیری سیاسی چقدر است با آمریکای استادگی نمیکنن ولی استادگیش در مقابل سیاسیون افغانستان یک مقدار ما به اشرف غنی احمدزی حق میتون که بله استادگی باید بکنه چون اینها تجربه شدن تجربه شدن تجربه شدن که با بارها از یک وزارت به وزارت دیگه از ملکی به نظامی رفتن از نظامی به ملکی رفتن خلاصا آمدن تا سطح مقام های بسیار بلند اینها کار کردن ظرفیت های واقعی مردم افغانستان در درون از اینها وجود دارن که اونها متاسفانه سوختن با بازیهای بسیار خام یک تعدادی بنان اشرف غنی مزای حق داره که با یک تعدادی از این با یک دسته از اینهایی که واقعا ثبات سیاسی ندارن و تجار سیاسی خود فکر فکر میکنن و اینها تجارت میکنن از سیاست افغانستان و اینها بازی میکنن از لحاظ زمانی با زمان بازی میکنن تا که خود حفظ بکنن و از پیگرد و اینها خود نجات بدن این را اشرف غنی میدونه اشرف با اینها دو رقم بازی میکنن یکی بازی بسیار سریع و شدید тамоми ҳамтимиҳоеш ки ҳастанд бо тарчадаҳои дарбора гузашта و این طرف با هم مطمئن هستم که استادگی نمیکنند. و اگر استادگی بکنن ایراد باید بپذیریم که وضعیت بسیار کلانی من بر برای شفانی از زمین پرده تلویزیون برای مشاورینش برش برسانن هر اگر با آمریکایی ها استاد شوند با این همه فساده های بسیار کلانی مالی که در ارگ و آدرسش و اونجا چشمه از اونجا سیراب میشه در اونجا ریشه دارن اونها رو باز امریکای ها بلند میکنن حتی بعید به نظر نمیرسه که اشرف غنی عمزه عنوان یک فرد شهروند این کشور محاکمشن آقا آقای شهید امروز آقای عبدالله در, در کنفرانس اظهارات داشتن در این رابطه حالا اونا گفتند که ما بدون قید و شرط بدون پیش شرط با طالبان آماده گفتگو هستیم آنچه که در مخالفت و در تضاد با دیدگاه آقای غنی در رابطه با گفتگاه سال با طالبان وجود دارد حالا حکومت هم ده بخش شده آنچه که آقای عبدالله امروز مطرح میکرد هوادارانش هم تیمی میگفتند که باید حتی در تقریه ها با یک وزارت نمیتونیم مسائل را پیش ببریم این توازن سیاسی به نظر شما از بین نرفته از یاد نبرند ارگ ریاست جمهوری و کاخ سپیدار که تا زمانی که نتیجه نهایی انتخابات اعلام نشه اینها هیچ کاری نیستند تنها اما اندازه غنی دارد مقرر میکنه و وزیر خارجه میسازد می میکنم بله. این وضعیت بار حقوقی شاید شما بیشتر میدونم می از لحاظ حقوقی بده. از لحاظ حقوقی اینها فقط منتظر باید بشینن بس. تا اینکه تاینی تکلیف شوند که واقعا اینها به عنوان پل گذار هستند قدرت سیاسی از خودشان به یک گروه دیگر انتقال میتن یا اینکه نه دوباره ابقا میشن و این قدرت سیاسی بر اینها میمونه و اینان هیچ کدام از اینها حق این بحث ندارن اینکه که دکتر سیب عبدالله در دقیقه 90 تصمیم می ای این مسئله خیلی فکر می زمان گذشته با این کارشان استادگی در مقابل تکروی های ارگی جمهوری را باید در سال ان آنها 4.45 میکردن. این نوستالگی را باید حداقل 3 سال قبل 4 سال قبل 2 سال قبل میکردن که مراد حمت قرار میگرفتند این نوستالگی دیگه هیچ معنا و مفهومی نداره طرف نبض فهمیده فشار نفر فهمیده از صبوری نفر کاملا آگاه هست که این فر چقدر صبور آدم است و چقدر آدم با اخلاقیش بالا است بنابراین با این ضعفی که دیگران که دیگه تفسیرش میکنن از بحث اخلاقی دیگران فکر میکنن واقعا بحث, بحث اخلاقی داره, داره یا اینکه حالا نمیتونه که کی... همون حقی که حالا نصف حکومت است رو حفظ بکنه من خب فکر نمیکنم نصف حکومت که میگن امی بر ما بین نصف حکومت خب این در کجا خب مطرح شد امروز بارها در سخنرانی های هم عبدالله مطرح شد اگر قرار به باشه که به حلوا و گفتن یک نفر سیر و تمام مردم دیگه حلوا میخورن یا به قابل قابل, قابل قابل گفتن مردم سیر شود تمام مردم قابل پلا میزنن بنسن نسا گفتنش کنه نمیشه که نسن نصف نسا نصف, 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 نصف چی چی چیز زمینه عدم قدرت سیاسی بین یک بار تقسیم بکنید کجای قدرت سیاسی در دست در با کاخ سپیدار داره میگیره اینها نه از وزیر خود تونسن همت بکنن نه از ولی خود تونسن همت بکنن نه از کماندار امنیتی خود تونسن همت بکنن نه از موین خود تونسن همت بکنن نه از سفیرای خود تونسن همت بکنن اینا مردم فرانسه می دانند که ارگ کاخ سپیدار در, با در بس با مشکل های روبرو با شکررنجی های زیاد روبرو است ولی این شکررنجی ها باعث جدایی اینا نمیشن من به اینون یک شهروند میگم برای داکر عبد انسانی انسان بسیار شریف و بزرگواری هستند در تاریخ افغانستان هر باری که افغانستان در تقابل قرار گرفته و به یک مصلحت بسیار کلان تعریف کرده و از مصلحت گروهی شخصیش گذشته این نقطه نقطه عطف است باید برش یک مقدار تحسین بکنیم ولی اینکه استادگی به اندازه‌ای که طرف مقابل ضعفش حساب بکنه با یک مقدار مشکل است دکتر سبش طفانی احمدزی نوع رفتار و برخوردش بر جامعه افغانستان قابل پسند بود برای اینکه این مردم خیلی درد دیده بود ولی از حد از افراد کردن از حد بیرون اونهایی که متهم با فساد اخلاقی بودن این حمایتشان کرد اونهایی که متهم با فساد مالی بسیار کلان از وزارت و معارف و وسایل قراردادی کلان این حمایتشان کرد و از گروه هایی که واقعا جنتکار بودن در افغانستان از نظر مردم افغانستان البته در حد اتهام اینها مورد حمایت قرار گرفت با این بسایش یک مقدار عرش افغانی هم از هم اعتبار خود از دست داد یعنی هر دو ریاست جمهوری و کاخ سفیدان اینکه فاقد ظرفیت مدیریت افغانستان از یک طرف از طرف دیگر هم هیچ برنامه برای سال افغانستان ندارن فقط مردم افغانستان چشم بودن به خلیلزاد که او از اونجا چه نسخه برای این درد پیشنهاد میکنه خب خلیلزاد هم حالا طالبان یک اعلامیه دادن که خاص های تازه مطرح کرده آقای خلیلزاد و این به معنای عزیز که روند صلح افغانستان را به درازا بکشانه و وقت را وقت کشی میکنه چیزی که در اعلامه طالبان آمده این یعنی با امیدهایی که حالا نهایی بود بحث بر سر این بود که چه وقت باید این موافقت نامه امضا شود به نظر شما آن چی که از روی ظاهرا از داخل افغانستان برمیاد در مورد صلح افغانستان از واکنش ها چی وقت این موافقت نامه امضا خواهد شد؟ از ظرفیت های درونی ما و برای مردم افغانستان ذهن ما میره میگه که بسیار فاصله داریم که ما ظرفیت های مردم افغانستان رو جمع بکنیم و بعد بریم هر اگر و, گفتمان سلح افغانستان در دلیل اینکه مجاهدین افغانستان در درون افغانستان گروهش در با مست... اونها ترچیده دربار هستند یک گروه دیگر از اینها با ارگ ریاست جمهوری رابطه دارن یک گروه یک جمع دیگه از اینها با ریاست ج... اجرایی رابطه دارن این اینو یک ج... تعداد از انسانهای های شدن که غیر متجانس و اینها دیگر با همدیگر جمع شدنی انگار که نیستند و یک هدف مشخص تقریب کرده نمیتونند و جامعه مدنی جامعه زنان افغانستان تفسیرهایی هایی که از حقوق زن و اینها در افغانستان میشن اینها دیگر جمع شدنی این نیستند انگار که به طرف یک هدف واحد از این طرف یک مقدار امیدها برای سال افغانستان ختم است من یک مسئله رو میتونم به عنوان یک پرانتز بگیریم داخل قوس بگوییم که هرگاه اگر واقعا انتخابات شفاف و آزاد و امی برگزار شده که والا شفافیتش تضمین بکنن هر اندازی که باشه این حکومت بیا یک حکومت متخصص ساخته شوه از افراد اشخاصی نه که اونهایی که در دربار 18 سال تجربه شدن فقط برای بلند منزلشان و حفظ مقامشان و ثروت و دارایشان اینها کار میکنن نه اونها یک حکومت از افراد اشخاص متخصصه که جانب مقابل که طالبان از یاد نبرین میدونن که زمانشان پایان یافته همون گونه که القاعده پایان یافت همون گونه که دوره از مجاهدین ختم شد همون گونه که طالبان آمدن در رقی صفر ولی در هر مرحله ختم شدن یک گروه گروهی دیگری آه آه ظاهر شده این مسئله یک مقدار بر مردم افغانستان قابل نگرانی است که جنگ در افغانستان وجود خواهد داشت ولی از وجود متخصصین با این ظرفیت درونی میشه ما به طرف گفتمان سال بریم فعلیش هیچ بلد. سیلی سفر است دید این اینه میست که امیدوار هستم من از اشتباه بکنم قطعا با این ظرفیت ها به طرف سلی افغانستان نمیریم و او طرف با بیشتر به تصمیم گیری های آمریکایی ها امیدوار هستم که اونها اگر تصمیم بگیرن واقعا برای اینکه خوش سل نه دامن خشونت یک مقدار در افغانستان جمع بکنن احتمال داره که ما یک مقدار باز نسبی مانند سالهای 80 هشتاد تا 85 هشتاد یک درصدی از تجربه سال داشته باشیم ولی اون هم ضعیف است به خاطر چی به خاطر اینکه طالبان این که امروز در میدان جنگ می جنگن زن فرزند از اینها نیاز خلاصه یک مقدار مصرف دارن و هزینه دارن اینها از شاره ها میگیرن از معادن میگیرن از اینها میگیرن و سربازان از اینها حمایت میشن اگر قرار به این باشه که یک بارگی اینها سلا رو به زمین بگذارن و بعد به طرف سال بیان چه تضمینی وجود داره که اونها چی میشن آیا در اردو میان میشن اردو خب باز نیازی نیست که ما 300 هزار 500 هزار اردو را آقای عطا محمد نور دادم حتما شما اشراف دارین یا آقای دارین خوانده باشین <applause> در این طرح آمده که وزارت های نهادهایی را گفته که باید شکل بگیرند و یک کانتکس برای حکومت جور کرده و یک طرحی را دادن و گفتن مثلا وزارت های مالیه و خارجه و صدارت اعظم و ریاست جمهوری قابل معامله نیست با طالبا و برای طالبا داده نشه یعنی ترها دیدگاه ها در این حد اختلاف وجود داره و فکر میکنین که این ترها ترهای سن که تنها روی ورق کاغذ ریخته میشن یا اینکه چیزی از اینا در نظر گرفته میشه استاد تا محمد نور به عنوان یک شخصیت جهادی مورد احترام همه مردم افغانستان با شناخت نسبی که از ایشان دارم ایشان با نام نیک در افغانستان در حکومت های گذشته یک دو دوره که بودن بودند و ولی یک مقدار قابل نقد و انتقاد هم هستن و از اینجا اگر میشنون هم باید به توجه باشن که تاریخ اینها را خوب قضاوت میکنه ایشان در یک مرحله استادگی کردن با ارگی رسال جمهوری و واقعا استادگیشان قابل تقدیر بود بعد آمدن به یک بارگی با هم متحدشان دکتر سیب عبدالله در تضاد قرار گرفتن و سرانجام در یک از هایشان هم گفتن که ما آماده هستیم با طالبم بریم ولی این نظام باید ختم شود و عمر زی کوتاه است ولی باز دوباره پس به ارگ ریاست جمهوری اقتدا کردن و رفتن و این حقشان است از لحاظ سیاسی که با هر کسی که میتونن برن ولی از یاد نبرین که کارنامه ها بازی اینجا رقم میخوره با حق استفاده کردن حق کارنامه ها سیاه و سفید میشه حالا به این فردی که اینجا صحبت میکنیم که جناب استاد امام محمد نور است این دیگر یک مقدار موزیش موزی حکومتی هست یعنی دیدگاه شخصی خودش هم نیست هرگاه اگر این مسئله را مطرح کرده باشه باید با اتاق های فکر ارگ مشاره کرده باشن و این طرح داده باشن این طرح طرح میشه اکتره اکتر هی... از... من, من دیدم برای ما این میشه که از درون انگار ام... ام... که طرف حکومت دیکته شده باشه که ما با این گپا آماده است ما با طرح اصالت محمد نور هم آماده است این کشور فکر نمیکنم با طرح های انفرادی به طرف صلح برن به دلیل اینکه پشت هر طرح انفرادی یک مسئله کچک وجود دارد که همین سیاسیون جمع شوند حتی اجماع داخلی شکل بگیره. فکر میکنین استاد مزهک نیست همین مسئله که حالا هر شخصی بخیزه طرح به برای آینده افغانستان چرا امینا دیدگاه ها را مشترک نمی کنن و روی یک مسئله گرده هم نمی هم. یک نقطه را باید واضح بگویم نه. با حفظ حرمت با اون ظرفیت های درونی که از حکومت خودشان بر آمدن. نه اونها را ترد نکردند خودشان آمدند کار آیستاد شدند و بر اونها را حفظ حرمت برشان امینایی که از حکومتشان یا ختم شد یا اینها را جواب دادن اینا وقتی میبینن در خانه که دیگر پرده تلویزیون نیستن در خبرها نیستن در هیچ چیز نیستن خب با هم دیگر یک تفاهم میکنن با یک تلفن باز یک جای میشن باز یک چیزی میگن باز هم تو تیر میشن اونایی که هستن کردن چند روز هم دیگه در تلویزیون گردان میشه که فلانی خانم صحبت کرد فلانی خانم صحبت کرد باز بین نمیگه دلشون خوش میکنن تمام دیگه خلاص ما مقب... این باید برشان هم واضح میگم که زمان این گپا ختم شده خب زمان این گپا ختم شده که هر کس به تنهاییش بازی بکنه لطفاً ولیاز خدا شما تافته جدا از هم بافته نیستن شما یک تاریخ مشترک دارین یک گذشته مشترک دارین یک دشمن مشترک داشتین با همدیگر استاد شدن به نام مجاهد حالا وقتی که کلمه مجاهد در اینجا نقطه وصل میگیریم دیگر هر نوع تفرقه و امتیاز طلبی ها ممنوع هست جواز نداره اینها وجه مشترک زیاد دارن اینها باید استاد شدن در مقابل طالبی که ده سال با اونها مبارزه کرد از آغازش تا به ختمش شش سال پنج سال اینها روبروی با هم دیگر جنگیدن با طالب برن روی بحث باز بکنن با یک شکل انفرادیش طالب هم نبض از یارا میفهمه فشار از اینها رو چک کرده و من هم دارم که این گپ به نتیجه نمیرسه اینها به هر اندازه ای که این گونه بازی بکنن خردتر 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 میشن شبیه به امو دانه های از چهار مغز میمونه که در پله های از ماشین برابر میشن به هر اندازه که در پله های ماشین خدا برابر کردن خردتر زیادتر راه حل چی است استاد راه حل این اینها باید آه, آه، گرده هم جمع شوند تفرقه ها و امو, آمو, آمو امتیاز طلبی های فردی شان کنار بگذارند مصلحت های فردی را بگذارند کنار جمع شوند و یک مشت واحد شوند و زنان ها به عنوان یک طرف که نصف نفوس افغانستان هستند حق ت... آمو, امو شرعی قانونی و انسانی را که دیگر کشورهای پنجاه و... کشور جهان دیگری که وجود داره با در نظر داشت نوی از برخورد حقوق زن که در اسلام آمده بود نه با زن ها به عنوان یک طرف معادله با جوانان با متخصصین اینها همه بشینن یک اجماع کلان را شکل بدن بعد اگر حکومت افغانستان مخالفت بکنه اینها را برشان حق میدیم در حالی که ما باز با ها با ارگ ریاست جمهوری یک مقدار موافق هستم که با اینا و برخورده ها با یک پست فیسبوکی اینها را به مسخره میگیرن و سرانجام اینها را به سخره میگیرند با اینها برخورد میکنن و دلم به اینها میسوزه که اینها چرا نمیدانن که هر روز خرد شده میرن از اینکه تا زمانی که اینها دست به دست هم نتن نه ارگی ریاست جمهوری به تنهایی خواهد توانست نه کاخ سپیدار میتواند نه اینها شخصیت های مستقل نه هم ترچده های دربار کل مردم افغانستان باید چشم جنب به خلیج زاد ببندن و فشار هم بالای آمریکایی ها بیارن اگر مردم افغانستان واقعا در بیرون از افغانستان امین جوانایی که در بیرون از افغانستان هستند لابیگری بکنن شخصی فردی وارد شوند و درد مردم افغانستان امیر رسانه ها خیلی کار بزرگ میکنند هر شب تمام رسانه های افغانستان یک بحث سیاسی دارند و بر مردم اطلاع رسانی میکنن. این دینمی بس ها میشه که یک مقدار اینها بیدار شون در غیر از او زرتدار رو من خیلی ناچیز میبینم بسیار زیاد تشکر میکنم از حضور شما آقای آرش شهرپور استاد دانشگاه و تشکر از شما بنده های گرامی که تا این دم با ما همراه بودید بقیه وقت خوش خدا نگهدار